آخوند روحانی از سال 97 در این تحریم شدید دنبال فروپاشی نظام بودند. هدف مهمی که دشمن داشت از سال 97 در این تحریم شدید که میخواست کاری بکنه که موجب به هم ریختگی جامعه ما بشه، ایجاد بحران بشه در جامعه، حالا اونا که دنبال فروپاشی به معنی واقعی کلمه نظام بودن. تو همین بحث کرونا یه دید شما یادتون هست دنبال ایجاد این دو قطبی بودن که آیا جان مهمه یا نان مهمه، یا الان که ما محرم میشه دیانت مهمه یا سلامت مهمه. شهر شورشی شهریار، خاکسپاری علیرضا جعفرلو و علیرضا گودرزی که با شلیک ماموران جنایتکار خامنه‌ای به قتل رسیدند. مرگ بر این رژیم کثیف! مرگ بر نیروی انتظامی بیرحم! مرگ بر نیروی انتظامی بیرحم! سخنگوی مجاهدین به جوانان شورشگر در شهریار. علیرضا جعفرلو دانشجو و علیرضا گودرزی برخکار را در شمار شهیدان قیام آبان محسوب کنید. قاتلان و سرکردگان و سردمداران بایستی در برابر عدالت قرار بگیرند. آتش جواب آتش، برای قیام بعدی از جمیع جهات آماده شوید. بیش از 94400 نفر آمار جانگداز قربانیان کرونا در 403 شهر. از آن به فروپاشی ناگهانی سیستم درمانی رژیم در پاییز. من نگران پاییز و زمستانم که اگر که یهو بیماری های تنفسی دیگه آنفولانزا به این اضافه بشه، بستری ها دیگه چی بشه و اون بحران اصلی رو ما بخوایم تجربه کنیم، اون موقع میخوایم چیکار کنیم با این نیروهایی که الان دیگه اون نیروهای 6 ماه پیش نیستن، اینا دیگه ضربه خوردن. اینو باید ما حواسمون باشه که واقعا خطر از هم پاشیدگی یکوی سیستم درمانی وجود داره. یعنی شما یهو ببینید یه فشار سنگین به این مجموعه وارد بیاد، ممکنه دیگه اینا تاوری اون امکان اون مراقبت رو نداشته باشن. بیست و پنجمین روز اعتصاب کارگران پالایشگاه‌های نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاه‌ها. تجمع آموزگاران قراردادی در تهران مقابل مجلس رژیم. اعتصاب کارگران راه آهن ورامی، پیشوا و گرمسار و اعتراضات کارگران بازنشسته صنایع مخابرات راه دور شیراز، نیشکر هفت‌تپه، مرداران کرمانشاه، اهالی روستای دوبهردان بخش اسماعیلی اهواز و اهالی منطقه پشت کلتپه بوکان. تلاش گروسی برای بازدید از سایت‌های اتمی رژیم آخوندی. آخوندزنوری. دلیل ندادن اجازه بازرسی این است که آژانس ابهامات خود را بر اساس گزارش‌های مجاهدین مطرح می‌کند. رویترز. رافائل گروسی برای دسترسی بازرسان به دو سایت اتمی رژیم ایران پافشاری می‌کند. روزنامه حکومتی آرمان. اگر گروسی گزارشی علیه جمهوری اسلامی به شورای حکام بدهد، شرایط برای راه اندازی مکانیسم ماشه توسط آمریکا مهیا می شود.
کیهان خامنه‌ای سوم شهریور 99، بادامچیان دبیر کل باند مؤتلفه. آمریکا همچنان از مجاهدین حمایت می‌کند. جامعه جهانی باید قاطعانه خواستار قطع حمایت آمریکا از تروریست‌ها شود. عفو بین الملل. در سال 67 مقام‌های رژیم ایران هزاران زندانی سیاسی را مخفیانه اعدام کردند. به مدت بیش از 30 سال بستگان آنها هنوز نمی‌دانند چه موقع و چطور و چرا عزیزانشان کشته شدند. آنها برای این جنایت علیه بشریت در جستجوی عدالت و حقیقت هستند. میخوام ببینم گور بچه‌ام کجا هستن، که یه روز یک زنده موندم رفتم ایران، برم خودم به نظر رو قبر بچه‌ام، برم بر بچه‌ام گریه نکنم، برم سیره تو خودم به نظر رو قبر بچه‌ام. انتشار اسناد تکان دهنده عفو بین الملل در مورد قتل عام زندانیان سیاسی در ایران. اسرار به خون آغشته، کشتار 67، جنایتی علیه بشریت که همچنان ادامه دارد. از جمله سوالاتی که هیئت‌های مرگ برای تعیین سرنوشت زندانیان می‌پرسیدند اینها بود: آیا حاضرید مجاهدین و رهبر آن را محکوم کنید؟ آیا حاضرید در مورد عقاید و فعالیت‌های سیاسی خود ابراز ندامت کنید؟ آیا به جمهوری اسلامی اعلام وفاداری می‌کنید؟ آیا آماده اید برای کمک به نیروهای نظامی جمهوری اسلامی پا به میدان مین بگذارید؟ آیا آماده اید برای جنگیدن با مجاهدین به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ملحق شوید؟ آیا حاضرید در مورد رفقای سابقتان جاسوسی کنید و با مأموران اطلاعاتی همکاری کنید؟ آیا حاضرید عضو جوخه های اعدام شوید؟ آیا حاضرید یک مجاهد را دار بزنید؟ تهران تجمع مادران جانباختگان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی و دیدار آنها با سفیر اوکراین. نگرانی عمومی از عدم شفافیت رژیم در گزارش بازخوانی جعبه سیاه هواپیما. وضعیت فاجعه بار و خطرناک زنان زندانی سیاسی در زندان مخوف قرچک ورامین. گفتگو با بستگان فروغ تغییرپور، پرستو معینی، زهرا صفایی و فاطمه مصنا. اعتصاب غذای 20 زندانی جوان در زندان دستگرد اصفهان. اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران. این زندانیان به خاطر درگیری با ماموران سرکوبگر انتظامی دستگیر شدند و زیر فشارهای ضد بشری هستند، به نحوی که برخی از آنها پیش از این به خاطر شدت شکنجه ها اقدام به خودکشی کرده بودند. برایان هوک، تهدید رژیم ایران برای امنیت اروپا و مکانیسم ماشه.
رژیم ایران تروریسم را در اروپا شروع کرد و اخیراً برای بمب‌گذاری در یک گردهمایی در پاریس توطئه کرده بودند. رژیم ایران امنیت اروپا را تهدید می‌کند. مکانیزم ماشه را فعال کردیم که تمام تحریم‌ها علیه رژیم ایران عملی خواهد شد. هیچ کشوری نیست که بتواند اثبات کند رفتار رژیم ایران طوری است که با شرایط تخفیف تحریم‌ها انطباق داشته باشد. کلی کرافت، نماینده آمریکا در سازمان ملل: رژیم ایران حامی شماره یک تروریسم در جهان است. کلی کرافت در نشست توجیهی شورای امنیت: ما امیدواریم که شرکایمان فرصت را غنیمت بشمارند و در مقابله با تهدید رژیم ایران که حامی شماره یک تروریست در جهان است به ما بپیوندند. دیدار وزیران خارجه آمریکا و انگلستان. به گزارش سایت وزارت خارجه آمریکا، مایک پومپئو و دومینیک راب روز دوشنبه 3 شهریور در مورد مقابله با دخالت بی‌ثبات کننده رژیم ایران در منطقه گفتگو کردند. جریمه 31 میلیون دلاری یک شرکت سنگاپوری به جرم معامله با رژیم توسط وزارت بازرگانی آمریکا. طرح سانسور شبکه‌های اجتماعی در مجلس ارتجاع. سایت حکومتی رویداد 24: این طرح شامل ایجاد یک نهاد مرکزی به نام هیئت ساماندهی است که وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور، اطلاعات سپاه، سازمان تبلیغات، نیروی انتظامی و سازمان پدافند غیر عامل در آن شرکت دارند. گردهمایی جهانی ایران آزاد، همبستگی با قیام مردم ایران، حمایت از کانونهای شورشی و ارتش آزادی. سخنرانی ها و پیام های ادمیرال کرت، ژیلبر میتران، ژان فرانسوا لوگاره، هریبرت کرته، اسقف بری مورگان، راجر لاینز، لیندا لی و برونو ماسه. ادمیرال کرت، رئیس یونامی و نماینده ویژه دبیر کل ملل متحد در عراق 2009 تا 2011: این رژیم مردم ایران را در میان مرگ و ترس به حال خود رها کرده است. چندین بنیاد که توسط ولی فقیه کنترل می شود، صدها میلیون دلار دارایی دارند. بسیار دردآور و شرم‌آور است که هیچ گونه امکانات بیشتری در اختیار مردمی که تحت درد و نیاز واقعی بودند قرار نگرفت. ژیلبر میتران، رئیس فرانس لیبرته، بنیاد دانیل میتران. ایرانیان طی سالیان اخیر به طور گسترده مخالفت خود را با حکومت مذهبی مستبد حاکم بر ایران نشان دادند. آخوندها به ضرب رعب و وحشت حکومت می کنند، چون ترس اردوی خودشان را فرا گرفته است. آنها از قیام مردمی دیگری وحشت دارند که آنها را جارو خواهد کرد. ژان فرانسوا لوگاره، عضو شورای منطقی ایل دو فرانس: شجاعت شما الگوی اشرف سه، اراده خانم مریم رجوی، آلترناتیو دموکراتیک را نمایندگی می کند. همان نوری که مسیر امید و آزادی را روشن می کند. زنده باد ایران آزاد فردا. به تازگی به همراه شهردارانی از ایتالیا و آلبانی بیانیه ای را امضا کردیم که از ده ماده کلیدی خانم رجوی حمایت به عمل می آورد.
این تأکیدی است بر قراردادی که یک سال پیش در اشرف با شهردار شما امضا شد و پیمان خواهری میان شهر شما و منطقه یک شهر پاریس ایجاد کرد. پروفسور هریبرت هیرته، نماینده مجلس فدرال آلمان. در ایران از بحران کرونا برای نقض گسترده آزادی‌های اساسی استفاده می‌شود. این غیر قابل تحمل است که کسی به خاطر رفتار و اعمال اعتقادی خود زندانی و حتی به مجازات اعدام نیز تهدید شود. اسقف بری مورگان، اسقف پیشینه ویلز. بیش از 40 سال است که رژیم ایران از دین برای انجام و توجیه سرکوب استفاده کرده است. خانم مریم رجوی دارای برنامه‌ای است که ارزش‌هایی مانند آزادی، آزادی دین، دموکراسی و برابری جنسیتی را دنبال می‌کند و شایستگی حمایت بین‌المللی و به خصوص حمایت از بریتانیا و دولت‌های اروپایی را دارد. راجر لاینز، دبیر کل پیشین اتحادیه‌های کارگران انگلستان. ویروس کرونا در ایران از کنترل خارج شده است و ده‌ها هزار نفر را به کام مرگ فرستاده است. این یک رسوایی است، جنایتی علیه بشریت است. ما همبستگی و اتحاد خود را با مردم ایران اعلام می‌کنیم تا روزی که مردم ایران بتوانند از ثمرات آزادی، دموکراسی، سلامتی و امنیت بهره‌مند شوند. لین دالی، رئیس پیشین کانون وکلای انگلستان و ویلز. خانم رجوی و تمام زنان در مقاومت ایران، خصوصاً آنها که در اشرف سه حضور دارند، نقش محوری در امکان پذیر کردن آزادی در ایران را دارند. در طول همه این سالها مریم رجوی صدای مردم ایران که تحت رژیم آخوندها رنج میبرند بوده است. با رهبری و خستگی ناپذیری او، مردم ایران حقوق، احترام و غرور خود را باز خواهد یافت. آن روز به زودی خواهد آمد. برونو ماسه، شهردار ویلی آدام در فرانسه. رژیم ولایت فقیه توسط چندین بحران داخلی و بین المللی احاطه شده. در اواخر سال 2019 قیام عظیم مردمی با حداقل 1500 کشته برپا شد و پس از آن دستگیری‌های گسترده صورت گرفت، ولی اعتصابات و تظاهرات‌های مداوم در بخش‌های مختلف جامعه ایران متوقف نشدند که بیان یک فضای انفجاری اجتماعی است.